خب گر نبودی در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. خب روزی دیگر برنامه دیگر و برنامه امروز آقای دکتر اسماعیل نوری الله با ما هستند. درود میفرستم به دوست عزیز آقای نوری الله. آقای نوری الله درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت امیر گرامی و بینندگان گرامی برنامه‌تون. امیر درخشان تشکر. خب آمدیم به چهره خانه در قلباب کنیم. آی در قلباب کردیم، دیده رو باز کردن. تشکر. فیلن دارم نگاه کنم کیه. همین الان چند هفته ایست داریم صحبت میکنیم درباره اهل قلم، اهل هنر، اهل سینما، چهره ها، شخصیت ها. هر بار هم یکی رو آقای نوری الله انتخاب میکنن، گاه البته ممکنه دو سه برنامه اختصاص پیدا کنه به یک شخصیت خیلی مهم که او رو باید از نو شناخت، باید با رویات آشنا شد. من به نظرم این مجموعه خاطرات آقای دکتر نوری الله خیلی کمک میکنه به نسل جوان برای شناخت بهتر این گذشته های نزدیک، نه گذشته های دور. کاش ما به همین اندازه راجع به گذشته های دور اطلاع داشتیم که متاسفانه نداریم. به خاطر این ایلغارهایی که در ایران بوده، اگر چیزی هم بوده از بین رفته، یا ایرانی ها تفریا به خاطر زندگی زیر سایه استبداد طی هزار اندی سال موفق نشدن، فرصتی پیدا نکردن تا زندگی خودشون رو به امروزیان گزارش بکنن. دوستان ریالا برا خیلی سپاسگزارم از حضورتون. خواهش میکنم، لطف دارید. خب ما سراپا گوشی. عرض کنم حضورتون که من اولا میخواستم با این مطلب آغاز بکنم که یکی از بینندگان این برنامه ها تصمیم گرفته که این برنامه ها رو به روی کاغذ بیارن و به صورت کتاب منتشرش بکنن و من وقتی که خبر رو شنیدم خواستم که هم از ایشون و هم از شما اجازه بگیرم که وقتی که این مطالب روی کاغذ آمد یک دستی روش بکشم، ویرایشش بکنم، چون گاهی ما خیلی از این ور اون ور زدیم و یه راه مستقیمی رو توی این گفتگوها طی نکردیم. و بعد هم داشتم فکر میکردم که خب اگر که این به صورت کتاب، مثل اینطور که ایشون حدس میزد یه کتاب مثلا 500 صفحه‌ای خواهد شد، داشتم فکر میکردم که خب لابد مثلا برش باید یک مقدمه ای هم نوشت و تو ذهن خودم داشتم فکر میکردم که چه مقدمه ای میتونم بر این بنویسم. این مطلب به خصوص بعد از جلسه قبلی که راجع به آقای غلام حسین زاکری صحبت کردیم به ذهن من خطور کرد که واقعا زندگی مثل مجسمه سازی میمونه، یعنی یک تکه سنگ بزرگ رو آدم میگیره و بعد با عرض کنم که قلم و تیشه شروع میکنه این سنگ رو به شکل یک مجسمه در آوردن و آدم مثلا در سن و سال من دیگه تقریبا اون مجسمه هست که ساخته شده، اون سنگیه که همینطور قلم و چکش روش کار کردن و هر کدوم ضربه‌ای بهش زدن، یه تکه‌ای رو ازش کندن، یه تکه‌ای رو اضافه کردن و غیره. و مجموعاً این حوادث عجیب غریب زندگی آدم، برخوردهای آدم با دیگران و تأثیر بلند مدتی که این اتفاقات و دیدارها روی آدم میگذاره است که آدم رو میسازه. آدم حاصل در واقع پیش آمدها و انتخابهای خودشه. این رو از این لحاظ وصل میکنم به جلسه قبلی خودمون که همونطور که گفتم اون روز وقتی که اون ممتحن من رو از سر کنکور دانشگاه اخراج کرد و من به خانه برگشتم با ناراحتی تمام، سر کوچه علایی که خانه مادرم بود دیدم که غلام حسین زاکری ایستاده و از اونجا ورق زندگی برگشت و آنچه را که به آرزوهایی که به باد رفته بود دو مرتبه سر جای خودشون آمدن و به کمک پدر غلام حسین زاکری که رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود من تونستم که اون ممتحن رو قانع بکنم به این که من تقلب نکردم.
یعنی اینکه اگر اون روز آقای غلام حسین زاکری سر اون کوچه نایستاده بود یا نیم ساعت دیر آمده بود، زندگی بنده یک شکل دیگه رو پیدا میکرد. از این حوادث برای همه ما پیش آمده. درست. و هر کدومشو که بگیرید میتونید اون وقت یه رمان دیگه ای راجع به این آدم بنویسید که خب اگر که در دانشکده ادبیات نرفته بود اون وقت چه اتفاقاتی نمیافتاد و چه مسائلی پیش نمیامد یا پیش میامد. و حال این خودش یه جذابیتیه که آدم وقتی به گذشته خودش فکر میکنه و عرض کنم که به زنگاهای زندگی خودش رو بازبینی میکنه، میتونه مثل یه رمان نویس فکر کنه که اون اتفاق اون روز اگر نیفتاده بود زندگی من چه شکلی پیدا میکرد. به سرنوشت هم اعتقاد دارید؟ سرنوشت؟ بله. نه من دو سرنوشت دو تا معنی داره به نظر من. یه معنیش قابل تصدیقه، یعنی ما به هر حال قبول داریم که ساخته عرض کنم که ژنتیکی هست، اون کروموزوم ها و اینا هستیم و اونها عرض کنم که یه برنامه از پیش ساختهی بهشون داده شده و اونها اون رو در ما اجرا میکنن. درست. و از اون نظر مسلماً سرنوشت به معنای برنامه ژنتیک فیزیک ما قطعا وجود داره، ولی سرنوشت به معنای اینکه یک نیروی در یک جایی نشسته و عرض کنم که زندگی ما رو رقم زده بیشتر به نظر من به شوخی نزدیکه. نه هم معنای نخستی که شما اشاره کردید، یک ما در مبدأ حیات که هیچ دخالتی نداریم، خودمون انتخابم نمی کنیم، یک کسی ما رو به دنیا میاره، وقتی هم که میریم باز درش دخالت نداریم، زندگی ما تمام میشه و از اینجا میریم. محلی که به دنیا میایم در انتخابش به هیچ وجه سهیم نبودیم، بین اقوامی که در کنار اونها زندگی کردیم باز در اون زمینه هم هیچ انتخابی نداشتیم. زبان ما، مذهب ما، دین ما، عجیبه، یک مجموعه ای که برای زندگی ما رو روی هم شکل میدن، یا مجموعه عواملی که در کنار حیات و کنار زندگی ما با ما هم سفرن، اینا هستن بدون که ما در تکوین اونها اندک دخالتی داشته باشیم. من از این نظر میگم. ولی آقای میبودی جونه، در کنار همه این پیشگزاره هایی که برای ما وجود داره، ما صاحب اختیار و انتخاب هم هستیم. درسته. در نتیجه میتونیم در اون چیزی که میشه اسمش گذاشت سرنوشت اجتماعی، شاید به خاطر اینکه همه این زمینه هایی که شما فرمودید، یعنی اون آمبیانس یا اون اتمسفری که انسان درش به دنیا میاد، ولی در همه اونها میتونه تجدید نظر بکنه و اونهایی که در واقع تسلیم اون میشن و با اون میرن و هرگز این به ذهنشون نمیرسه که دنیا جور دیگری هم میتونه باشه یا من در دنیا جور دیگری میتونم زندگی کنم، در واقع زندگی واقعی انسان رو تجربه نمی کنن. و در حال عرض کنم که به ذهنتون رسیده بود که در جای دیگری آرزو کرده باشید که در جای دیگری به جز ایران به دنیا میمدید؟ آخه میدونید این معنیش اینه که باید اول آرزو بکنم که من یه آدم دیگه باشم. که خب اگر جای دیگه به دنیا آمده بودم در جدول مختصات دیگری، اینی نبودم که الان هستم. درسته. اگر این که من واقعا از اینی که هستم خیلی ناراضی باشم و نفرین کنم اون روز اول رو که من رو در اون شرایط به دنیا آورد. ولی من فکر میکنم آدمیزاد طوری ساخته شده که نمیتونه خیلی از وجود خودش ناراضی باشه. من حتی فکر میکنم اونایی که دست به خودکشی میزنند هم به علت نارضایتی از خودشون نیست، به خاطر نارضایتی از شرایطی که بر اونا تحمیل میشه. وگرنه این خودپسندی ژنتیک به نظر من برای بقای انسان در ژن‌های او کار گذاشته شده. اینه که من نمیدونم، هیچ وقت فکر نکردم که کاش که جای دیگه به دنیا آمده بودم، چون بلافاصله معنیش این بودش که من یه آدم دیگه می بودم و من نمیتونم تصور کنم خودم رو در یک داستان دیگری. یکی از شخصشناس ها که بررسی کرده به ویژه شاهنامه رو، مبدأ فرهنگ و مدنیت ایرانی ها رو داستان رستم و سهراب قرار داد. خیلی قضاوتش غم انگیزه در ماره ما. میگه
پایان این سرگذشت، یعنی کشته شدن سهراب به دست رستم به دست سهراب، در واقع تراژدی شکست رو در ایران ابدی و جاودانه کرد. یعنی ایرانی ها ناگزیرن با چیزی به نام شکست برای همیشه زندگی کنن. میگم به نظرم خیلی در نزد خیلی از کشورها همین داستان هست و خلاصه مفهوم شکست رو در نزد ما جاودانه کردن خیلی بی‌انصافیه. البته بی‌انصافیه. اتفاقا در این زمینه اون کاری هم آقای فریدون زنده‌یاد فریدون هویدا کرد و اون اصطلاح عقده رستم رو به عنوان عقده ملی ایرانیان مطرح کرد. بله بله. و این مسئله پسرکشی و اینکه نسل جوان همیشه ضعیفه در مقابل نسل گذشته و نسل گذشته، خب مثل همین حکایت انقلابی که ما هستیم دیگه، یه پیر مرد نمیدونم 80 و چند ساله از آسمان فرود میاد و این بلا رو سر چندین نسل میاره. این خودش یه نوع رستم و سهراب جدیدیه که دقیقا فقط حالا در این روزگار ما که سهرابا تو پرش اصلا هم اعتنایی ندارن به زندگی پدرانشون، یک زندگی کاملا متفاوت، پارتی های شبانه، موسیقی متالیک، حضور چکست، کوکائین و زندگی در... چپ تا صبح. بله ببخشید. نه منظورم این که اونا حالا تازه نفع برندگان از وجود پدرانشون هستن. دقیقا. ولی جوانان ایران در این کورهی که عرض کنم که سالخوردگان براشون فراهم کردن، چندین نسله که دارن میسوزن. کاملا درسته. خب میفرمایید، میگن حرف میاره، ببخشید. بله. نه عرض کنم که داشتم فکر کردم که من امشب یک چشمه دیگه از رابطه خودم رو با همین آقای غلام حسین زاکری و پدرش براتون تعریف بکنم، چون فکر میکنم جالب باشه. و من مثلا عرض کنم که در سال 1340 که در دانشگاه تهران قبول شدم 19 سال داشتم، آدمی بودم که تازه سرآغاز زندگی اجتماعی من بود و نمیدونستم به کجاها کار خواهد کشید. میرفتم دانشگاه و میامدم و غیره، و دوستانی که پیدا کردیم و کارهای ادبی و غیره و شعر گفتن و کتاب شعر چاپ کردن و اینها، همه در طول این 3 سالی که من در دانشگاه ادبیات تحصیل میکردم اتفاق افتاد. و به طوری که وقتی که من لیسانس خودم رو گرفتم دیگه یک نویسنده رسمی مطبوعات ایران بودم. اما در کنار کار نویسندگی و فرهنگی به حال زندگی شخصی آدم هم هست. در مورد این قضیه هم یه جریانی پیش آمدش که من رو با یک منظره دیگری از جامعه اون روز ایران آشنا کرد، و آن این بودش که یک روز این فراش دانشکده ادبیات آمد و سر ما دم کلاس ایستاده بودیم با دوستان دیگه صحبت میکردیم، آمد و گفتش که آقای زاکری شما رو خواسته در دفتر عرض کنم که دانشکده. منم گفتم بله، رفتم به در زیر زمین دانشکده بود دفتر، رفتم اونجا و در زدم و وارد شدم، و آقای زاکری گفتش که جواب سلامم داد و گفتش که درو ببند بیا بشین من کارت دارم. من نشستم و گفتش که ببین من چند ساله که تو رو میشناسم، میدونم که تو آدم سخت گوشی هستی، استعداد داری، همه این حرفا، حالا مثلا سال 1340 و میخوام بدونم که تو دلت میخواد کار بکنی؟ من گفتم البته که دلم میخواد کار بکنم، نمیدونم چگونه میتونم به کاری دست بیابم، هنوز منتظر بودم که لیسانسم رو بگیرم و بعد برم دنبال کار. ایشون گفت من برای تو یه کاری دارم. گفتم بفرمایید، من خیلی خوشحال میشم. گفت ولی باید قول بدی که به هیچ کس این رو نگی. من دیگه داشتم متعجب میشدم که ایشون چی میخواد به من بگه. گفتش که در این کنکوری که شما امتحان دادین و قبول شدین، یک نفر دیگه هم قبول شده، اما
این یک نفر به علت شغل بالایی که در مملکت داره نمیتونه بیاد سر کلاس. در نتیجه از من خواسته که اگر که من یک همکلاسی با استعداد و امین و معتمدی رو میشناسم بفرستمش پیش او، او از این شخص بپرسه که مثلا هر هفته در کلاس چه خبر بوده، چی درس دادن، معلم چی گفت و غیره، و در قبالش هم او رو در اونجایی که هست استخدام میکنه. تو حاضری این کارو بکنی؟ من گفتم که به نظر که نمیاد کار بدی باشه، فقط این کجا هست، من کجا باید برم. گفتش که این همشاگردی شما رئیس اداره کل هواپیمایی کشوریه و شما باید برید به فرودگاه مهرآباد. فرودگاه مهرآباد هم تازه 3 سال بودش که افتتاح شده بود و یکی از جاهای خیلی شیک و پر عظمت تهران اون روز محسوب میشد، به طوری که مثلا این آدم های شیک و پیک وقتی که میخواستن شب که میشه برن یه جایی، میامدن به فرودگاه مهرآباد، یک رستوران و یک دونه ارز کنم که کافتریا داشت که میشستن اونجا و شام میخوردند و غیره، خیلی مند بالا بود به اصطلاح. گفتش که شما باید برید فرودگاه مهرآباد و برید دفتر ایشون و با ایشون صحبت بکن. منم گفتم چشم، و به سرعت آمدم بیرون و رفتم عرض کنم که تاکسی گرفتم و رفتم فرودگاه مهرآباد. تا حالا من فرودگاه مهرآباد رو ندیده بودم، فقط شنیده بودم که فرودگاه مهرآبادی تشکیل شد. خب. و از در فرودگاه که وارد شدم عرض کنم که این سالن بزرگ، نمیدونم شما خاطرتون هست فرودگاه قدیم تهران که بعداً یه 10 سال بعدی سقفش فرودگاه. بله 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 بله. اون موقع اون شیک‌ترین جای تهران بود، دور تا دور دیواراش هم کتیبه هایی بود که اتفاقا داستان های شاهنامه رو اونجا کشیده بودند و اینها. خب. و عرض کنم که خب من اصلا مبهوت این جلال و جبروت این فرودگاه شده بودم و رفتم از پله ها بالا و پرسیدم که دفتر رئیس هواپیمایی کشوری کجاست، و به من نشونی دادن و من رفتم در زدم و دیدم که یک اتاق بسیار شیکه، یک خانم عرض کنم که مهینی پشت میز نشسته و گفت بفرمایید. و من رفتم گفتم که من رو آقای زاکری از دانشکده ادبیات فرستاده و گفته که ایشون رو من باید ببینم. یه خود به من نگاه مشکوک کرد و گفتش که بشینید اینجا من خبرتون میکنم. بعد بلند شد و رفت توی اتاق بغل دستی و بعد از مدتی آمد و گفتش که تشریف داشته باشید. اما اون روز نشستیم، مثلا من ساعت 10:30 صبح رسیده بودم اونجا، شد 2-3 بعد از ظهر، هیچ خب آدم ها می آمدن می رفتن تو اتاق و می آمدن ولی کسی منو احضار نمی کرد. بالاخره من به خانم گفتم خانم تکلیف من چی میشه، من از ساعت 10 صبح اومدم اینجا. گفتش که ایشون نمیتونن امروز شما رو ببینن، بریم فردا بیاییم. پس ما دومون رو لای پا گذاشتیم و برگشتیم به شهر و فرداش دو مرتبه رفتم. 3 روز این قضیه ادامه داشت. آشه. تا روز سوم دیگه من فکر کرده بودم که امروز هم اگر نشه دیگه من میرم به زاکری میگم که من نمیخوام این کارو بکنم. که وقتی رفتم اونجا و به خانم گفتم، خانم گفتش که منتظر شما هستم، بفرمایید بریم تو. ما هم در واقع کردیم رفتیم تو، دیدیم یک آقای خیلی موقری موی جوگندمی و اینها پشت میز بسیار مجللی نشسته و ما هم سلام کردیم و گفتش که بفرمایید و اینها، و دستور داد چایی آوردن و گفتش که خب آقای زاکری مطلب رو برای شما گفتن و میدونن که جریان چیه. من گفتم بله من کاملا واقف هستم که جریان چیست. گفت بسیار خوب، پس شما از این به بعد، من الان دستور میدم که شما رو در فرودگاه استخدام بکنم و از این به بعد شما عرض کنم که روزهای سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر میایید در اتاق من و به من گزارش میدید که در دانشکده چی گذشته و اینها، ولی به هیچ کس این مطلب رو بیان نمی کنید. میشید خبرچین فرهنگی ها.
خبرچین. بله خب بعدم گفتم بله بسیار خوب، زنگ زد و استخدام. آقا با چه حقوقی؟ حالا هیچ حرف این چیزا نشده، گفتم استخدامت میکنم. عرض کنم که زنگ زد و رئیس فرودگاه مهرآباد رو آقای بود به نام آقای فرزانه که آجودان پادشاه هم بود، خب او رو صدا کرد و دیدم یک مرد موقر قد بلند و شیکی آمد تو. ایشون گفتش که آقای فرزانه این جوان آقای نوریالا هستن و قراره که شما ایشون رو استخدام بکنید. گفتش که در کجا؟ گفتش که هر جایی که میدونید. ایشون به من گفتش که بیا با من بریم اتاق من. ما بلشتیم رفتیم اتاق ایشون و ایشون گفتش که شما عرض کنم که با آقا چیز دارید؟ قوتیشتی دارید؟ من گفتم که نه خیر، ولی خب دوستانی هستن که بنده رو به ایشون معرفی کردن. بعد گفتش که خب چی بلدی و این حرفا؟ و من گفتم من دانشجوی زبان انگلیسی هستم. و گفت انگلیسی چطوره؟ گفتم بد نیستش، میتونم بخونم بنویسم و اینها. گفت من فکر میکنم که حالا که ایشون دستور داده من شما رو بذارم در دایره اطلاعات مهرآباد، فرودگاه مهرآباد. خب دایره اطلاعات اگر که خاطرتون باشه یه میز گردی بود وسط اون سالن بزرگ. آها آها. که دو تا تابلو به دو طرفش بود. اون موقع هنوز تابلوهای الکترونیکی وجود نداشت. درسته. و ورود و خروج پروازها رو با یه عددها و حروف پلاستیکی میچسبوندیم روی اون. درسته درسته. یکیش فارسی بود یکیش به انگلیسی. و این میز گرد جلوش از کنم یه دستگاه تلکس بود که ورود و خروج هواپیماها رو اطلاع میداد و سه تا تلفن بود، یه تلفن داخلی، دو تا تلفن خارجی. و زنگ زد و رئیس دایره اطلاعات مهرآباد که آقای محمد سلامت اسمش بود اون رو صدا کرد و گفتش که این آقا از امروز کارمند شما هستن، ببریدشون به دایره اطلاعات. من با این آقای سلامت که خیلی هم آدم نازنینی بود ولی در حیرت بود که جریان چیه. میدونی وقتی که اون وقتا یک آدم پارتیدار، اونم پارتی های بزرگ یه اداره، میامد توی دستگاه یه کسی، این طرف ازش میترسید. درست. این ارتباطش به کجا وصله؟ به هر حال منو بعدش برد اونجا بود، گفت این دوتا تابلو رو ما داریم و اینجوری ورود و خروج رو اعلام میکنیم و تلکس به ما اطلاع میده و مردم هم زنگ میزنند و سوالات میکنند و در داخل فرودگاه هم از این تلفن داخلی استفاده میشوند. خب و مثلا وقتی که هواپیما نشست شما باید به فارسی و انگلیسی بگید که مثلا همکنون هواپیمای ایرانی از زاهدان نشست. آه. یا اگر خواستن که مسافران صدا کنن شما بگید مسافرین محترم مثلا پان امریکن بدن سوار هواپیما بشن. یه سری از این جملات رو هم به فارسی و انگلیسی روی کاغذی نوشتن، اینا رو داد دست من. یه خانومی هم اونجا کار میکردش اون روز در اون دایره اطلاع بود، اون خانوم رو هم منو به اون خانوم معرفی کرد. یه خانوم روسی بود که آمده بود ایران و فارسی خیلی خوب یاد گرفته بود و انگلیسیش هم خوب بود و فرانسه هم بلد بود، سه چهار زبان بلد. بعد ایشون هم مثل یه مادر از ما پذیرایی کرد و گفت یه پلو من بشین. و بعد اولین خبری که دور تلکس آمد به من گفتش که خیلی خوب این بلنگو رو بزن، سه تا دکمه داشت، بزن و بگو که هواپیمای ایرانی نشست. من هم با دلهوره پای بلنگو توی سالن بزرگ میرم برسه دکمه ها رو زدیم و گفتیم که ما ایرانه نشست. خب. این خانوم گفتش که خب حالا که دیگه تو کارت را افتاد من میرم اون بالا یه چایی بخورم برمیگردم. خب. این دستگاه. خب. نشستیم مثلا 30 ثانیه رفتن این خانوم گذشته بود این تلفن داخلیه زنگ زد. چی رو برداشتم و گفتم که دایره اطلاعات فرودگاه بفرمایید. گفت آقا. من گفتم بفرمایید. گفت آقا. بفرمایید آقا اینجا دایره اطلاعاته. گفت من به شما میگم آقا. گفتم که خب من چه باید بکنم؟ محکم گوشی رو زد زمین و
بعد از مدتی این محمد سلامت که رئیس دایره بود دیدم از اون پله ها به سرعت میاد پایین، رنگش پریده و اینا. آقای گفت آقا چه کاری کردی چی شد؟ گفتم چه کاری کردم؟ گفتش که شما اهانت کردید به آقای فرزانه رئیس فرودگاه. گفتم من اصلا آقای فرزانه رو من یک بار تو اتاقش دیدم. گفتش آقا ایشون وقتی تلفن میکنه میگه آقا، به محض اینکه به بگه آقا شما باید بفهمید که آقای فرزانه است و خیلی محترمانه باید جواب ایشونو بدید، در حالی که شما ایشون رو اصلا نادیده گرفتید. گفتم آخه به قول یارو که تصادف کرده بود، پلیس آمد بهش بگیره، گفت تصدیق اومده. گفتش که تو تصدیق به من دادی که حالا میخوای بگیری؟ من گفتم آقای سلامت تو مگه این نکته رو به من گفته بودی که من رعایت نکرده؟ خلاص این روز اول روز بسیار سختی و عرض کنم که دیگه شروع شد. من یک سه سالی در سه سال فروزگاه بودی؟ سه سال در دایره مهرآباد، دایره اطلاعات مهرآباد کار. بالاخره حقوقتون چقدر بود؟ حقوق حالا ماه تموم شد و ما دیدیم از حقوق خبری نیستش. به این آقای سلامت گفتم که آقای سلامت حقوق ما چی میشه؟ گفتش مگه به شما توضیحات ندادن؟ گفتم نه، کسی با من راجع به این مسئله صحبت نکرده، نه گفته که چقدر میدهند و چگونه میدهند و اینا. بذار من برم تحقیق کنم بیام اینا. آمد و بعد از مدتی و گفتش که اون برای پیست فرودگاه، فرودگاه قلعه مرغیه. من البته اونجا رو میشناختم به خاطر اینکه بچگی تو جوادیه که بودیم هر روز توی روی این پیست قلعه مرغی بازی میکردیم. گفت باید بری اونجا، تشکیلات اداری ما اونجاست. میری اونجا حسابداری و اونجا میگی که آقای فرزانه گفته که حقوقتو بدم. اتوبوسی هم بود بین این ور پیست ها و اون ور پیست ها که گفت برو سوار اون شو. ما سوار شدیم رفتیم اونجا. جاوگه عرض کنم که اداری مثلا از زمان رضا شاه باقی مونده بودش و فرودگاه قدیم مهرآباد هم اونجا بودش. یادمه مثلا تو عکسای قدیمی من دیده بودم که دکتر مصدق که داره میره نیویورک یا میره لاهه اونجا داره سوار میشه. وقتی که رفتم به اون فرودگاه قدیمی یاد اون عکس ها افتادم که دیده بودم. رفتیم و حسابداری رو پیدا کردیم. یک پیرمرد بسیار اخمو و عصبانی پشت میز نشسته بود. من رفتم با ترس و لرز سلام کردم و گفتم که آقای سلامت منو فرستاده، من در دایره اطلاعات کار میکنم، گفته که شما حقوق منو میدید. یک مرتبه این منفجر شد که آقا اینها رو ول نمی کنن. مگه من نمیدونم دستگاه پول دارم که همینطور آدم میفرستن من باید حقوقشون رو بدم؟ این حرفا ما رو میگه ایراد زده بودم که چی داره میگه. سکوت کرده بودم که یه خورده پرخاشگری کرد و اینها و آتیشش فرو نشست و یه خورده من نیا کرد و گفت آقا ما بودجه نداریم. گفتم که میفرمایید من چه بکنم؟ گفت برم خدمت آقای فرزانه بگم که جنابعالی فرمودید که بودجه ندارید. گفت نه آقا، نه رو نزن. گفتم که خب پس ما باید چی کار کنم؟ گفت آقا من تنها یه راه دارم و اونم اینه که ما یه بودجه‌ای برای خرید وسایل اداری و اینا داریم. اون رو میده به تو. تو رو میتونیم به عنوان وسایل بخریم. خب تو همیشه رو داشته باشید. همین من نگران شدم شما رو با من خلبان استخدام نکنم. ممنونم، تشکر میکنم. تا اینجا رو داشته باشید میانانم آقای اسماعیل نوریالا رو در فرودگاه مهرآباد به حال خودشون میگذاریم. ما بقیه باجرا در هفته آینده. خدا نگهدار آقای نوریالا، خدا نگهدارش. خدمت شما زیاد.